بله بله بله. بیام تو. یه لحظه. بفرمایین. وای چه عروس خانومی. عروس چقدر قشنگه. ایشالا مبارکم با. بخود تو لوس نکن ببینم. ببین من همه کارامو کردم آماده شدم، اما تو چی موی بلند روی سیاه ناخونه دراز؟ منم همه کارامو کردم. دست گل منو سفارش دادی؟ منوی رستورانو دیدی؟ لباس دام همه اینا رو سپردم به لوبت، واسه اونم قد یه ورد خوندن طول میکشه. پشت. پس مواظب باش به یه ورد خوندن جای تو دومات نشه. کلش میکنم میذارم رو سینه‌اش. وای چقدر خشن. حالا کجاست؟ صبر کن صبرش کن. لوبت بابا مسخره کردین ما رو. بس دیگه این بازیگرتونم که هیچ وقت نیست. چند دفعه ما باید منترین بشین؟ چه وضعی آقای نادری دیگه بابا. چی شده عشقم؟ بابا من این برداشت واقعا بازیمو دوست داشتم، نمیتونم بابا نخندین بچه ها، گرم اعصابم. گرم تو بابا. این لعبت کدوم گلی رفته؟ رشید لعبت کجا رفته؟ آقا لعبت در رفته، خودش نی، لباساش هست. برین از گوشش بگیریم بیارینش. چشم آقا الان میریم. باید از اینجا چرا وایسادی؟ شما برو دنبالش، من سویچو برمیدارم ماماشین میام دنبالش. گوششه لوبت ای مکه من دوتا نبر برو بابا اصلا. ای بابا مگه آقا ما منتر شماییم؟ ستاره هاش با دستمزد 50 میلیونی دارن اینجا واسه خودتون علاف میگردن. ببخشید جسارت به شما نداشت. نه خواهش میکنم شما راحت باشید. دیگه خود دانی زود خبر بدین که منم بگم چه خاکی باید. نه بابا این کارگردان موته میگه موبایل دستت نمیشه. خیلی خوب. نه نگران نباش، خدافظ. چی شد؟ دوستم هم نمیتونه بره، بچه‌مون پشت در راه. خب چرا یه کلید نمیدیم به این پریا که پشت در نمونه؟ بابا گیجه، مثل پیمان. تو با پیمان کار کردی میدونی گیجن هر دوتاشون. خب کاری که سر با من میکنه شما باش بکنی، یه کلید بندازین تو گردنش. عاشق زنتم، خیلی با من زد. ما هم که تو این لوکیشن اصلا کار نمی کنیم، از صبح داشتن فقط چایی میخوریم بریم دستشویی. آقا برای چی میاری خانم؟ برو اون کت قهوه‌ای رو بکن تن رامبو. چرا عروسک ها رو لحت و پار میکنی؟ حیف این عروسک ها که دست شماست. آقا اجازه، مگه عروسک ها مادمه؟ مگه برات آواز نمیخونه؟ مگه باهات حرف نمیزنه؟ چشش رو میبرد نمیرقصه. آقای مدیر میخوان تشریف ببرن، گفتن بقیه تمرین رو بذاریم برای اول تیر. یاد باشه از سر تشکر کنی، یا خیلی لطف کرد رفت پریا رو برداشت. بابا خواهش میکنم، چه حرفی تو پیداش نکنی؟ عینک مهم نیست، فدای سرت. ما فوقش تا دو سه ساعت میشه. ببین نادر جون، ما فوقش تا دو سه ساعت بتونیم با حرف اینا رو خلق کنیم، نگرشون داریم دیگه، بیشتر از این تو توانمون نیست. ای بابا من دیگه نمیمونم. آقای نادری با اجازتون من دیگه رفتنیم، خدافظ. هممون رفتنی هست. ایشالله اولش من که سرنوشت یه گروه رو دادم دست یه کله کدو. ای خدا منو بکش. از خانه ی سینما تا قطعه هنرمندان منو تشی کنن که همچی روز رو دیگه دمید. خدا نکنه. تاجو لطفاً بدین من الان گروه صحنه میکشم. امیر بری. خدا حافظ. آقا مدرسه تا آخر خرداد تعطیله. بچه شما چیزی این برا ندیدین؟ یه چیزی؟ چه چیزی؟ چه شکلیه؟ یه آدم عجیب، یه عروسک فراری. بالاخره آدم یا عروسک؟ چه جوری بگم؟ یکی از ما بهترون. چیه؟ شاخ داره؟ دم داره؟ جنه؟ روحه؟ چه شکلیه خب؟ ندیدیش؟ ای نکم آورد. چجوری ببینم؟ آریا! آریا نلکان قاضی رو! آریا من دینمه! الان میام. مطمئنم همینجاست. خودم دیدم رفت تو پارک. اون وقت میگم دیدیش، میگه ای نکم آورده، چجوری ببینمش؟ آریا مسخره باز در نیا، بیا بیرون، دیرمه. یه چیز اینجاست، گیر کردم. آریا لوس نشو، بیا بیرون. آقا برو کنار، میخوام رد شم. من زودتر اومدم. مگه نوبتیه؟ این صدای کیه؟
سلام بچه ها، سرسره بازی اساسا؟ چی شده؟ گوش کن اونجا چه خبره؟ بابا گلی، سرسره بازی خوبه؟ به کجا میتونه چیز بزنی؟ چلو از من میترسی؟ من لعبتم، بیاید با هم دوست باشیم شخصا. همون هم زفراری هست بابا داری میاد، اگه بگیرنم بدبخت میشم عمده، من گناه دارم. چه خبره اونجا؟ لغمه اینجا باشو باشو دوستو به این رسوندی؟ داشتیم بازی میکردیم. آره داشتیم بازی میکردیم. باز که شمایی؟ شما هم که باز شمایی. راستیمون عروضه که فراریتون رو پیدا کردیم؟ بریم خونتون، بریم پیکارتون ببینم. اگه میخوای کمکت کنیم باید سیر تا پیاز ماجرا رو بگی. خب از چیش بگم؟ از خوشگلیش بگم؟ از خانومیش؟ از مهربونیش؟ لهجهش؟ از پختش؟ بازیگریش؟ درست؟ آبا کیو میگی؟ چی میگه؟ ما که هیچی نفهمیدیم. آقا لعبت از اولشو بگو. از اول اولش؟ بیا جلو. واسه چی؟ بیا اولش اینجوری شد. بیدار شو، بیدار شو. هاشو، هاشو، من تا بالا عروسک نساخته بودم که بعد از این درست بشه این همه بخوابه. پاشو، زنده شو، بیدار شو. هم بازی تو فیلمت اومده، پاشو. نگاش بکن. دلبر خانم بیا ببینش. سلام آقا لوجه، اما دنیای زیبای عروسکی خوش آمدیم. چرا پاس را؟ اون فیلمی که بازی میکردم یه عالمه بازیگرهای معروف داشت، همه تون هم دلبر خانومو میشناختن عمدتن. دلبر خانوم خدافز. خدافز دلبر خانوم جون. سلام سر چی جانه قربان. کم کم فهمیدم همه این مردا زن دارن، بچه دارن، نوه دارن. گفتم منم زن بگیرم. به قول تایید کنندمون مورد مناسبم که پیدا شده بود. این دلبر خانم ما بازیگری مرتب، منظم، دلسوز، خوش برخورد، خوش صحبت. ببین در نهایت بهت بگم مورد کاملا مناسبی. ببین مورد مناسبی یعنی چی؟ بیشتر باش کار نداری. مورد مناسبی یعنی چی؟ ببین منو اوخه آره. ببین منو مورد مناسبی یعنی چی؟ به من بگو، نگاه کن به من. مورد مناسبی یعنی چی آخه؟ به من بگو آخه اساسا. خب اینا چرا توی فراکردن از سر فیلم برداری داره؟ معلومه دیگه، قبل از اینکه بتونم ازش خواستگاری کنم رفت رشت سر یه کار دیگه. برای رای مهدرم، خدا نگه دارم دیگه. خدا فقط حیف که نشد آقا لعبت بدینم. خیلی سلامش برسانی نه، خدا نگه دار. شما دم قربان، بفرمایین بفرمایین. خدا نگه دار. دست شما در نکنه برادر. منم گفتم تا دلبر خانم رو بر نگردونن سر کار یه سکانس هم بازی نمی کنم. سکانس دیگه چیه؟ نمیدونم، یه چیزی که سر فیلم برداری هی میگن. چی میگی تو؟ آریا یه دقیقه بیا. شعر میگی؟ کجا؟ این دردسرا میگم ببریم تبلیغش بدیم به اون دو تا مردا. جونه تو خیلی نامردیه، ببرنش باز فرار میکنه میفته گیره که نامردتر از ما، یعنی تو. اون وقتی امی... سلام عمو. سلام. سلام. روز نامزدی خواهرتم همه باید آواره کوچو خیام دنبال تو باشن. بریم عمو جون، بریم دیره، بریم. نامرد کجا میری؟ منو چیکارش کنم؟ کجا ببرمش؟ ببرش خونه. نمیدونی میخوام برم مسافرت؟ آها زنگ بزن به جفاهات ببرنش مدرسه. امیر اومدم. امون اومدم. بیا دیگه. منم فردا صبح میام. جا
جوادو نمیشناسی؟ نمیذاره ببریمش مدرسه. من نمیدونم، یه کاریش کن. من که سواد ندارم مدرسه رو میدم. من چه نمیتونم یه مدرسه رو با این همه دم و دستگاه بسپرم دست یه دانش آموز. اگه کوچکترین اتفاقی یا ببین چه گرفتاری شدم من اول تعطیلات. چی شد آقا؟ دلم خوش بود امام رضا ما رو طلبیده. حالا میبینم جعفر آقا میخواد بره مرخصی. به نظر من شما خیلی زیادی از حد نگرانه. این آقا جواد ما خیلی بچه خفنه. چی؟ بچه خفه‌ایه؟ نه یعنی بچه بسیار با عرضه‌ایه. اگه قول بده همکاری بکنه منم هر روز بسیار. به مدرسه. پس شما مسئولیت شو بپذیر. منم میرم بعد یک سال بزنه بچه برسم. حتف خانم منه. بگو اومد. بله. الو؟ جواد با تو کار داره. بفرما. همیشه نشده شروع شد. بله بله. شما بفرمایید من درستش. الو جواد. جواد کوفت کاری. زنگ میزنی مدرسه بگی چند منه؟ یه مورد اورژانسی داری. آب دستت بذار زمین بیا. آقا سفر بی خطر. خب جانم دیگه سفارش نمی کنم. بله خواهش. مثل چشمات مراقب باش. چشم چشم. بفرمایید شما. خدا حافظ. خدا حافظ. حالا آقا چیزی جا گذاشتی؟ اومدم بگم من این بچه ها رو میشناسم بعد 30 سال خدمت. قافلچی کلات پس مرک است. شما خیال تخت آقا مجبور. برو مشهد صفا سیتی سرن. التماس دار. آریا کجایی تو؟ چرا مدی؟ گیر افتادم. خوب هست؟ اون همون بالاست. یو قمر بنیاشی اینه؟ آره اینم استثناءن. یو نپره گازان بگیری آری بگیری. مگه سگه جواد دیوه بده؟ دیو نیستم من. گنجیش که بالای درختم. جیک 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 سوت سوت تاکه دندونم ندارم اقلن. جواد جون دستم به دامنت. الان حتما با بزرگم مده که بریم شما. اینو چیکارش کنی؟ سب کن بزرگ و لوبه. همین جایی نلکه رو پیدا کردم اخیرم. پس بیایی برگردی کجا؟ ببیننش کارش هم میگه برش اگه بریم اونجا ببیننش هم دیگه باش کاری نره. خب کجاست؟ جواد میگم اینجا کجاست؟ خونه گمینی همون کلاس سومیه. خونه گمینی سومی ایشو ایشو نزن. بله شما امیر حسین تویی؟ آره خودم. شما؟ جوادم سومه سرایی. خونه سومه سرایی اوش نزم بهت گفتم. یه دقیقه در رو بزن اوش. جواد جان. آقا جواد. جواد جان شما نه یا بایی سمزو پیش ماشین چشاتم باز کن. این هم اصلا مادر جون. یه وقت دامنتون گیر نکنه زیر پاد لوبت خانوم. میخوایی منو کجا ببری مادر؟ حالا بزن اینجا بریم یه فکری بکنیم. ببخشید شما یه عروسک فراری ندیدین؟ یا دیو؟ دیو چیه؟ خجالت بگش ما این سن و سالت عروسک بازی میکنی؟ گیره بریم. اونجاش که به خیر گذاشت. حالا کجا ببریمش؟ مدرسه دیگه. باش تو ببینم فکر مدرسه رو اکلت بیرون کن. هیچ رقمه راه نداره. جواد جون مدرسه نبریمش کجا ببریش پس؟ یک دو سه آزمایش میکنی. یک دو سه آزمایش. آقا جواد. آقا جواد من تعریف. آریا بدبخ شدم. آقا جواد خودتون نشون بده. مجبورم نکن با آقای من باید برم. اصلا از اولش هم نباید میومدم. نامردی نکن. تو بری من چیکار کنم؟ این بدبخت چیکار کنم؟ من الان از جفتتون بدبخترم. هر کار میخوایم بکنیم. نرو جواد نرو. جواد 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 جان یه دفتر کار داریم. آقا جواد جواد جان یه کار فوری بود. Ah!
اودو آجابا تکرار نشه، من دارم میرم. اودو تو نگوی میگیرنه، نگیری میگیرنه، نگیری میگیرنه. ببین کی؟ آقا کسی نیست، خب لابد آشغالی دیگه. برو در رو باز کن، وقتی میگم بگو چشم، بفرمین. چشم؟ نامرد در رو وانه می کنه. مگه میتونه؟ برو قفل میکن، باز کن در رو جواد. آقا الان با میکنی. مشتا تو بالا چی کار میکنی؟ چش آقا بریم بایا. باز کن در رو، باز کن دیگه. اومدن دنبال بدبخت شدی درست؟ این چه افتضاحیه، تو اینجوری با آقای مدیر قول داری جواب؟ آقا سلام آقا، اومدن بدبخت شد. چرا لالمونی گرفتیم؟ پیرزن رو برشون بودیم اینجا، ببریدشون بیرون دیگه. بفهمید بیرون مادر اینجا مرسی پسران هست، الانم تعطیله. بچه ها این مادر ما رو راه نمایی کنید درون. کجا میره شما؟ برای چی میره اینجا؟ برو بیر نکن. مستازم مادر من. مستازی نجا. این پیرزن رو ببری بیرون. بفهمید بیرون مادر. بفرمایید. من که پیرزن نیستم. من چیه؟ نگاه در نهی روسرک من الوسکم بدبختم، بدینم دست اونا بدبخترم میشم. جسارتم تو آقا ما که گفتیم عروسکی. خیلی خوب عروسکی یا پیرزن نباید میابردنش اینجا. چرا وایسادی؟ هیچی بابا، پیداش کردیم، اینجاست دیگه. آقا خودشونه. کیا؟ بدبخت شدم. جان داداش این دو مال ماست. بفهمید دومت یه عروسک هم بهش وصل بود. به چی وصل؟ این عینک هم مال ماست، این هم عینکت. ای بابا بفهمید. تو اگه دوست دارید مدرسه رو یه بازی بفهمید. آقا اجازه ما بریم، الان دارن در به در دنبالمون میگردن. همه رو انداختی تو عجل، اون وقت میخوای بری؟ پس بعد چیکارش میکردم بیچاره رو؟ خیلی خوب شروع نکنید، کاریه که شده. بله شما میتونید برید، بفرمایید. شما هم آقا رو راهنمایی کنید بالا. خداحافظ. خداحافظ. بری. این لباس قشنگرم از تنتون در بیارین لطفا. زنونه بهم نمیاد مخصوصا. سلام. سلام. کجای پستون؟ من با آقا یه ساعته که رسیدیم لباسات هم گذاشتیم تو ماشین. باقات هم گفت اگه بیاد پوست از سرت میکن. مگه بابا بزرگیش مرده که میخواد پوست از سرش بکنه؟ سلام بابا بزرگ. سلام عزیزم. آقا یه جوری جمع جورش کن، گفتی 35 روزه این کار رو تموم میکنی، امروز جلسه 43. حرف زور میزنی آقا جون. اگه یک کسی مثل رامبد جای این عروسک لعبت آورده بودی، ما الان 5 دفعه کار رو تموم کرده بودیم. آقا از زور تا الان رفتن اینو واسه من آوردن، این چی کارش کنم؟ یافتم، بگو یکی دیگه از روش بسازن. عروسک بازیگر که نیست که نتونیم عوضش کنیم که. مامان تو اتاقم. مامان سلام مادر. چه خبره، باز تغییر دکوراسیون دادی؟ مامان این چه بساطیه؟ هیچی مادر، من با شما. هیچی مادر، گفتم اگه یه پاشکستهی خواست بیاد اینجا خونه مرتب باشه. ولی به نظر من شما با یه پاشکستهی قرار مدار دارین. پاشکستن که چیزی نیست مادر، خدا کنه دل نشکن.
تا نگی چه خبره نمیزنم در باز کنم. بابا خبری نیست، خالته. منظورم باشه. خب معلومه، منظور دخترشه دیگه. منظور دختر. آبرو ریزی نکن. حالا بذار بیان تو. نمیگی من اینجامو. خیلی خوب. مامان. خیلی خوش آمدی. قدمت رو چه؟ دارم خواهر عزیزم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. بفرمایید. این پای. ایفا خواهر هر چی اینجوری می‌کنی؟ ببخشید. بفرمایید. ببینم. قربونت برات که این همه ندا خسته شدی. هلاک شدی خواهر. دمارمون در اومد. به به، ببین کی اینجاست، داماد فراری. علیک سلام. من اگه اینجا باشم که تعجبی نداره، موندم شما چجوری یهو پیداتون شد. من قرار نبود بیایم که. این خواهر رو یه دفعه با هم دیگه قول و قرار گذاشته. خب ما هم با هم قول و قرار می‌ذاریم، اینجوری که نیستیم. بابا تو کدوم تیمه؟ تو تیم ماست. حل دیگه. اصلا خوشش نمیاد بیام تهران، طاقت دوری منو نداره. ولی مامانم میگه اگه 100 تا دخترم داشته باشم همش رو میدم به این علیرضا. خوبه، بذار من تو یکی رو از سرم وا بکنم، 99 تای دیگه پیشکشش. ببین اگه این خاله جنابالی نبود، ببخشید خاله جنابالی مادر شماست. خیلی خوب، اگه مامان من نبود، منو مرتا تا الان بچه‌مون هم فرستاده بودیم دانشگاه. علیرضا جون، دارم سلام خاله جان. جایی نمی‌رفتم. چند وقت جایی نمی‌رفتم، اومدم خواستم بیام خدمت شما. یهو فدات میخوام. این قدر کار دارم خاله کی خودم. بیبریم تو اتاق. بود بفهم. امکان نداره عروسکی که من بسازم در بره. حالا که در رفته یکی دیگه بساز. یکی دیگه بساز. من خم رنگ رزیه. عروسکو هم مثل ما آدم ها یه دونن. بل کنی حرفا رو، اوضاع خطری تر از این حرف هست. یکی دیگه بساز. بوی سازی پلو تمام مدرسه رو برداشته. جای ننه خالی. ننه خوشگله به طور مثال. اگه خوشگل نیست به من بگو آخی. تو چه؟ یکی گفتم اگه زشتی وید بخونم براش خوشگل بشه، خوشحال بشی. درست؟ آخه تو کی میخوای بفهمی این کارو مال تو فیلمه؟ بیرون فیلم نمیتونی. بیرون فیلم نمیتونی. جب سبزی پلوی. کاش ماهی هم داشت. الو. سلام بابا. آبجی خوبه؟ کاش ماهی هم داشتیم. همه چی هم نامانه. چشمو خیالتون راحت. بابا یه دقیقه گوشی. باشید که خراب شدن. بیا بگیریم اینجا. خودت گفتی کاش ماهی هم داشتیم. پار بخور به اون شکر. آخه دیوو چه با آشپزی؟ بیایی چقدر خرج رو دستمون گذاشتی؟ میخوایی یه ورد بخونم. لازم نکرده؟ اگه راست میگی برو جواب آقا مدیر و آقا رعوف و بابای بدبخت نمو بده. تلفن. آقا سلام عرض شد. سلام آقا، اتفاقا الان ذکر خیر شما بود. الو عسکر آقا، لوبتم هزار ماشاءالله. سلام آقا لوبت، خوب کردی زنگ زدی، بدبخت شدیم. هر کی عاشق بدبخت عسکر آقا. من اگه میشد میبردمش خونه، ولی من یه خاله دارم که آبش با آدما توی جوب نمیره، چه برسه به دیوا. چاره ای نیست، امشب باید اینجا بخوابه تا فردا صبح ببینیم چی کاره ایم. یعنی اونم میخوابه؟ اصلا عروسک ها میخوابن؟ نمیدونم، از خودش بپرس. کجا سلام؟ نوبت؟ یعنی چی که میخوان یه عروسک دیگه بسازن؟
بدبخت شدم. دارن یه عروسک دیگه میسازن که جای من تو فیلم بازی کنه. چرا؟ خب معلومه یه عروسک دیگه میسازن، اینجوری که نیستن. یعنی معطلتون نمیمونه. حالا من چیکار کنم؟ باید برگردی سر کارت. بدبخت شدم. الان که دیره، صبح یه فکری به حالت میکنی. ولی خواهر من هر چی فکر میکنم و میبینم من تو چه شانسی آورد. پسر تو آقا نجیب خوب چی دارن میگن اینا دوباره؟ نمیدونم، باز دارن نقشه میکشن. میدونم، یه دقیقه بریم بالا بخوام با حرف بزنم. بگیر ساده یواش، بگیر کمکی بهشون بکنی، باباش یه وامی براشون میگیره. میگم خواهر، از قدیم گفتن عقد دختر خاله و پسر خاله رو تو آسمونا بستن. واه خواهر، چی ده خودت در میاری؟ اون پسرم و دخترم اوه. چه فرقی میکنه حالا؟ میخوای من خودم با خاله حرف بزنم؟ نه بابا، وقت سکته میکنه خونش میفته گردن تو. بیفته؟ میخواد بازی دراره ها، باباشو میارم پیش چشمش. کی از علیرضا بهتر؟ هم نجیبه، هم مهربونه. بابا بیچاره خیلی با دل من راه میاد. اصلا رو حرف من حرف نمیزنه. حالا که هر دوشون اینجا، یه چی تو میگی یه چی من میگم، دوره هم حلش میکنی. چه جوری؟ تو که بیزبونونم سر بزنی. من موندم با این مامانی که جنابالی داری، پس حالا چجوری میخواین گیلی میتونه عذاب بکشیم بیرون؟ موندم اینا کجا میخوان زندگی کنم؟ فکر کردیم بریم خونه مهرداد اینا زندگی کنیم. خیلی بزرگ نیست ولی اتاقش به ما میرسه. گفتم یه اتاق، یه طبقه است. خواهر آشپزخونه نداره دیگه. خب خواهر تو نمیخواد غصه منو بخوره. من غصه تو رو نخورم، غصه کیو بخورم؟ من تو دار دنیا یه پسر خاله فهمیده دارم که با یه دختر خاله فهمیده تر از خودش هم طرف دیگه. پس با اجازتون. کجا میری خاله؟ میره شیرینی بخره به سلامتی. پس برای من خامه ای بگیر. همینه اینجاست؟ اینجاست خودشی مجدده. خیلی خب تو برو پایین، تو برو پایین، من میرم مردونه باش حرف بزنم حالش کنم. نه یا بالا، برو پایین، برو پایین. کنار ببینم بچه ها، بینی کنار. به جایی که حرف بزنن دارن آب بازی میکنن. اگر فرار کرد دو مرتبه چی؟ آخه سرنوشت این فیلم به این طوله دیفتوله دیفتوله بستگی بله داره. بله میدونم به این دیفتوله بستگی داره. ولی بله شما این این تلفن داره زنگ میزنه. اینو شما یه دقیقه راحت باش لطفاً بگیرید. ای هم عذر بوری کنار ببینم، بوری کنار ببینم. دارم میافت داره. آی آی باش باش نیا بیرون. تو برای چی اومدی پایین؟ چی شد آقا رفوف؟ با هیچی دیگه این آقا فرزاد کوتاه نمیاد. آخه چی میگه آقا رفوف؟ میگه سرنوشت فیلم یه عروسک بنده، من قول دادم. باشه اون سرنوشت اون فیلم آخه به من چه؟ بیای لوبت کجا می... لوبت کجا میری؟ آبریز نکنشه. من بنده خدا باید چی کار کنم ها؟ من دیو بی پدر مادر کسالتم. تو چه عروسک سازی هستی که دلت باشه من نمیشوش؟ من این بنده خدا باید چی کار کنم؟ تو مگه دلت از سنگه؟ از آجره؟ برو از خدا یاد بگیر که وقتی بنده خدا رو میسازه بلش نمی کنه معمول خدا حتما. بیا بیا بریم بیا 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 محکم زدی یا لوبت رو بیا بیا گریه نکن! گریه نکن! تو نمیدونی من تحمل دیدن عشق عروسک رو ندارم؟ اوکی بلی بلی عروسک جلو عروسک ساز گریه نمی کنه. آقا فرشاش اوکش هرچی تو بخواه، هرچی تو بگی اتن از سینما چی میدونی؟ بله بله
بازی زیر پوست میدونی چیه؟ سکانس دکوپاژ میدونی چیه؟ کارگردان فیلم رو میشناسی؟ بله میدونم. کلت چرا کچله؟ قیافش رو ببین. خدمتتون عرض کنم این آقا لعبت قول داده دیگه مرتب و حرف خوش کن بشه. با هم تو فیلم من خودم ضمانتشو میکنم. یا میدم این آقا رو بیارتش یا تشریف بیارید ببریدش فردا. دستتون درد نکنه آقا فرزاد. خیلی ممنون. پس دیگه این کله کدو رو نمیفرستین جای من. تو رو میفرستیم ولش کن بابا. حالا این دلبر خانم رو چجوری میخواییم پیداش کنیم؟ مگه نگفتین رفته رشت؟ آقا رشت نزدیک لایجانه؟ الو 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 سلام شما؟ من رئوف هستم از مدرسه آریا جون زنگ زدم. سلام از بنده از قربان ارادتمند. شماره شما رو از پدر آریا گرفتم. میدونم باعث زحمته ولی اگه واجب نبود مزاحمتون نمیشد. چه زحمتی؟ شما یک سال زحمت این بچه رو میکشین بعد شما اینو میگین زحمت؟ نه قربان. ای بابا جواد اونو اونو بس مگه نگفتم نه تو بریم. اون تو چه خبره آقا جواد؟ خبرهای خوب، ولی گفتم بی جنبه ها رو را ندید. چشم، همین الان دور میزنیم میریم رشت. به چیزای خوب فکر کن، اتفاقای خوب بیفته. بیا بشین غذا تو بخور. بیا دیگه. بدبخت شدی، حالا گم و گور میشم. دلبر خانومم پیدا نمیشه، به طور استثنا. آقا سلام. سلام. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. من دنبال این دلبر خانم میگردم، بازیگره رو میگم. نمیدونی الان کجا بازی میکنه؟ دنم قربان، ولی اجازه نرم شما رو ببینم. چرا؟ میدونی کار خیلی مهم دارم. تقریبا مرگ زندگیه. فقط به من بگو کجاست من ببینمش. آقا از من نشنیده بگی. این وانیتیه اشین مرا کار کنه. اگر دنبالش بشی یه راست شما رو برون مکان فیلم بردارم. آها الهی قربان تو برم. من بچه ها بمونیم من برم یه صحبتی بکنم. شب از تهران به من زنگ زدن گفتم فرستادی. تقصیر من نیست. بعد از ظهر یه سر بزن. سلام آقا. سلام. حال شما خوبه؟ قربان شما. من آمدم یه دقیقه این دلبر خانم رو ببینم. دلبر خانم اینجا ما نمیشناسیم. اینجا فیلم برداریه. به منم گفتن کسی راه نداره. برادر من این همه راه دور اومدم یه دقیقه میخوام این دلبر خانم رو ببینم. قربون شکلت. تو این شهر غریب برو انون خوردن ننداز. بچه ها بیا نهار آوردم. نهار نهار بل کن خودت بیا بازو کار داری. آقای بچه ها کجا؟ با دلبر خانم کار داری؟ روزی 2000 نفر اینجا میان از دلبر میخوان امضا بگیرن. اینجوری که صحنه ما به هم میریزه. بیا 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 بریم حالا. بیا دلبر خانم عروسمونه. ولمون نکنی میگم تو فیلم تو بازی نکنه. عروسمونه چیه بابا؟ بیایم بریم بریم صحنه ما به هم میریزه. بیا بیا ان شاء الله که برمیگرده. بشه بچسبتی جن. حالا درست حسابی تعریف کن ببینم برای چی آمدین اینجا. دلگر
عاشقی عاشقی دل الو بفرمایید. آقا نوبت مشتلق بده. اینکه باید بدم چیز بدی در هر صورت؟ نه نوبت جان، یعنی که پیداش کردیم الان هم میخواد با شما صحبت کنه. میخواد با من صحبت کنه؟ نه پس میخواد با من حرف بزنه. باش حرف بزن. نمیتونم دلبر خانومه. بده با من گوشیره بده. الو سلام بیمرف جان، تو که با من بدبخ شدم. دلبر خانومه زش نیست، خیلی هم خوشگله نسبتم. کارت رو زشته. باشه. الو الو دلبر الو عرض ارادت دارن دلبر خانم. ببخشید این آقا لوبت ما یه کمی خجالتیه، شما ببخشید. مسمالی نکن مادر، الان که سر صحنم فکرمو بکنم شب که برگشتم خانه تو رو. ببین نقره او مر خواستگار فراوانه، از همه رقم چاق بگو، لاغر بگو، دکتر، عمله، میلیاردر، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان، صدا بردار، فیلم بردار، تدارکات، خبرنگار، آدمی زد حالا هم که دیف معلومی که بله راستش بخوای این دل من میگه این آقا لوبت عاشق واقعی، همین قشو زف کردنش همه رو بکشته. اما بگم من برای اون چند تا شرط دارم. شرط؟ شرط؟ بدبخت شدم. اوی بس نسالی که ما دارم خدا ما رو بچه نده، اگرم بده معلوم نشه دیو بشه، آدم بشه، چی بشه، خدا بدور. برای همینم اولین شرط من اینه که آقا لوبت سرپرستی نرگس جان پرورشگاه بگیره. لوبت جان بگو این نرگس کیه؟ آقا لوبت، لوبت جان این نرگس کیه؟ بابا یه دقیقه بگوش بیا بگو نرگس کیه؟ برو در باز کنم. آقا لوبت مگه تو نمیخوای دلبر خانم زنت بشه؟ میخوام متقابلن. پس بگو نرگس کیه؟ آقا رفو یک دو هفت هفت نرگس دختر کوچولویی بود که از پرورشگاه آورده بودن ایست که تو فیلم ما بازی کرد. داشتم میگفتم مگه اون هانیه میذاره کسی به نرگس نگاه چپ بکنه چشمشو از کاسه در میاره؟ اختصاصا ها بیجا میکنه. جواد کی هست هانیه خانم؟ نرگس هر روز با یه خانمی که اسمش هانیه بود میومد سر صحنه. آفرین بودو بیا. جانم خسته نباشی، ببینمه خستت که نکردم، میکشمشون اذیتت کنم. خدا به تو یه های ها یه هانیه میگم یه هانیه میشوی مخصوصا هانیه آسمون قرنبه. پس نشونی درست اومدم، سر به زنگا که میگن همینجا. عجیبا غریبا اسمشو بیاری اینگار موش آتیش زدی. هانیه خانوم احتمالا اینجا رو از کجا پیدا کرد؟ باز سوال اضافه. بدبخت شدم، سر فیلم برداری هم همین جوریه، زهره همه رو آب میکرد. نرگس کجاست؟ سلام ما هم داریم دنبالش میگیم. علیکه سلام، از شما پرسیدم؟ نه. کجا بردیش؟ گفتم کجاست؟ کجا بردیش؟ خانم تمومش کنی لطفاً، این بند خدا روحش هم خبر نداره. چرا فهم میکنی من مثل چوب خوش فهمیستم شما خرسون هر جوری میخواییم ببرین؟ بیا بزن آقا معلم، من تمام بچه گیم روزی 100 تا از این ترکیه ها خوردم، منو نترسون. نه من که کاملا منظورم این نبود که. کجا بردیش؟ به خدا دیروزم که اومدم پرورشگاه دیگه ندیدمش، باید عروسک رو بردم، یادت نیست اتفاقا؟ آره جون چه با قضیه آقا دوبت عروسک برای منم عروسک داره. آره هانیه جان یه دقیقه بیا دفتر من کاری دارم. باشه چشم. منم از همون موقع ندیدمش. نرگس
کاریه که شده. برای اینکه بتونیم نرگس رو پیدا بکنی باید همه عقلامونو بذاریم رو هم. اجازه آقا، ما دو تا هم باید عقلامونو بذاریم رو هم دیگه. نه، شما باید آقا لوبت رو برای بابا شدن آماده بکنی. چطوری؟ دومین شرطم اینه که باسواد بشه که بتونه تو درس و مشق بچه رو کمک بکنه. کارت در اومد. این دفعه دیگه واقعا بدبخت شدی. لوبت بدبخت ریشش گروه پیدا شدن نرگس. کس و کار نداری بچه؟ چرا؟ یه ناپدری داره. بعیدم نیست کارمون باشه. این آخریا خیلی چشش دنبال دستمزد بازی نرگس بود. شما همچین جزشو میزدین که من فکر کردم خواهرتونه. من همش 13-14 سالم بردنم اون پرورشگاه. اونقدر بلا سرم آورده بودن که دیگه تارک دنیا شده بودن. تا اینکه سرکله این بروجک پیدا شد. از وقتی نرگس اومد. ببخشید من الان میام خدمتتون. آقا رالف، من باز میکنم، شما بفرمایید. میدونی چقدر دوست دارم؟ میدونی چقدر دارم برات تنگ شده؟ یادت دوتایی با هم میخوندیم فاصله هم یه دنگه از دلم برات یه دنگه است. اتفاقا از چه از این شعر خوشم میاد. همیشه وقتی از کسی که دوستش دارم میگفتم شعر رو زمزمه میکنم. همیشه فاصله ها منو میترسونن. فاصله ها همیشگی نیستن، درست میشن. با هم درستشون میکنیم با کمک هم. برو میکنم، برو اجازه چی میخوای؟ برو بگو چشم دیگه. برو بچه مادو، برو دیگه، مامان تو رو خدا بیا جمع کن بریم پس زنگی کجا بریم بریم. من تازه اومدم موچه به سلیب این معرفت رو گرفتن. سیاهاش ولی از هم جنا افتادن به هم میرسن. مامان آب میخواییم کمی آب بخوریم گلوتون تازه بشه. اشکاتون رو پاک کنیم تا من آب خونک بیارم. هانی خان سلام خاله. سلام و زهر انار. بشکنه این گس که نمک نداره. اینقدر بودی ها کهنتو شستم، زحمت تو کشیدم. نگید خاله جان. علی رضا، این بود دستمزد خواهر من و من بدبخت. آره ای خواهر الهی فدات بشم. کجایی؟ کجایی که ببینی مار تو آستین پرورونی؟ چی شده؟ چه خبر آرام؟ خالم هستم. عجب مار مولکیه این دختره. حالا جون دلم و جون دلم بود. حالا چون آقا رعوف، حالا این دختر منو ببین، حواست باشه با کی دل میدی و قلبه میگیری. چی میگه خانم دلت خوشه؟ نه هانی خانم، سوء تفاهم شده. هانی خانم سوء تفاهم شده. دنبالش برو، دنبالش خاله. خب نه بکره یه باقه هانی خب خاله جان، شما ماشاءالله فرصت نمیدی من حرف بزنم توضیح بدم خدمتتون که تو چرا الان آقا رفو فهمیدم فهمیدم کار کی بوده موقع کن. نه 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 آقا دوبت خالم هستن. خالی 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 سلام خاله موقع کن. چی فهمیدی؟ چی میگی الان؟ همون ماشین است که نرگس خانم رو باش بردن، خودم دیدم موکدن. آقا دو ساعت درس رو تعطیل کرده اینو کشیده. شما الان باید بری سر درست، زودم بخوابی چون صبح باید بری سر فیلم برداری. خب؟ آقا رفو، بازم خجالت آور شما شدم مجافر. نه آقا این چه حرفی؟ این خاله من همینجوری اخلاق. جانم. الو جانم. خودتی؟ ای شمایی مامان جان، داشتم خوابتون رو میدیدم. چرا گریه میکنی مادر من؟ الان خالینا بیدار میشن اینجوری. با اون افتضایی که تو کاشتی آفتاب نزده بارو بندرشون رو بستن رفتن ترمینال. کی بود علی رضا؟ کی بود اون دختره؟ به هوای کارپا میشی میری مرکز. مادر من دختر چرا؟ Thank you.
چرا نمیان این لوبت رو برداریم ببرینش؟ بیاییم ببینیم باز چه افتضایی درست کرده. ببین آقا اگه شما هم اینجوری درس میخوندین الان این مملکت پر دانشمند بودا. این آقا لوبت تو هرچی نمره قبولی بگیری تو دیکته تجریده. منم نوشته آقا رفوف. پس دست خط دیبا این شکلیه لوبت. آقای لوبت سلام. سلام پاشو باید بری سر فیلم برداری. بلنشو دلبر خانوم مخصومو دید به این بیستا. لوبت بوش دوش آقا لوبت یه دقیقه بلند شو ببین ماشینی که نرگس بارد از اینا بود مینیبوس بود کو کجا کی چی روبرو رو نگاه کن اینجا اتوبوس بود اتوبوس کوچیک نارنجکی احیانن اینجا فیلم برداری میکردیم تقریبا تو به من کنشیه کجا میری لوبت؟ بروید برم تا به عدیز من دلم برای تنگ شده بود یاده که تو مزید چقدر تاب بازی میکردیم یه تاب بازی بازی اوخ اوخ آقا سلام سلام آقا بشمیدم سالمی چه عجب تو برگشتی اولی صدر سوهه؟ من اون نیستم دیگه با سواد دال شدم آقا رفو آقا جوانه ها دقیقا سلام سلام مجد مادر خیلی شما رو دوست دارم خیلی سلام برسیم بیا بیا فیلم برداری به نسیم بیا اونجا بیا دیگه باخچه هست اینجا لو بدن اینجا اونجا نگاه خانوم رهنما خانوم رهنما غالب هست سلام لو بدن سلام خانوم رهنما خوشحالم میبینم سلام کجا بودی تو همه از دست تصبانی هم بود و برو من مادرم چقدر شما رو دوست دارم بیا 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 آقای نادری با سواددار شدم یه فیلم نامه بدید بخونم احتیاطاً تو کدوم گوری رفتی بی خبر؟ ها؟ وایسا وایسا کار دارم وایسا بهت میگم تو کی میخوای آدم بشی؟ ولی چی من آدم بشم عروسک بهتره که گم شده؟ مگه تقصیر ماست که گم شده؟ نه خیر، همیشه همه چی تقصیر دیگرانه. پیداش کنم پشت گوشتون رو دیدین نرگس هم میبینی. بله آخو، چشم. امروز از اون روزاست. عزیزم، به خدا ما همه همون جونمون واسه نرگس در میره. ولی مثلا الان رفتاری تو هم قشنگ نیست. بله خانم رهنما، قشنگ نیست. اما اینم مثلا خوب نیست که هیچ کی اهمیت نمیده دختر بچه معصوم گم شده. ببخشید با اجازه. هانی خانم الان اول سوری یک قدر سوانی نباشید خودم خوب بعد خودم رو میدونم خانم نفه هانی خانم برین سکانس بشکه رو آماده کنید اونو بگیریم دوباره دیگه حالا کجا داریم میرین با این سوانی هست نمیدونین دارم میرم دنبال نرگس اجازه بدین منم با هاتون نه آقا جون لازم نکرده بازا به روزی را میندازیم هانی خانم به خدا سوء تفاهم شد آقا جون اون دیبه عروسکی یه چیزی بهش میگی یه چیزی دیگه میفهمه شما که نسلمتی آدمی که گفتم نمیام یعنی نمیام به خاطر نرگس به خاطر نرگس لوبت بیا بالا بینم تو رفتی تو بشکه قایق شدی همونجا خوابت برده رامبوت خیال میکنه پولا تو بشکه است میاد بالا سر تو یهو میای بالا تا اینجاشو میگیریم بقیهشو بعدم بهت میگم فهمیدی نه خانم نافذ اینو حالی کن خب 17-1 حرکت لوبت بیا بالا ای بابا آخه چه وضعی آخه خانم نافذی بله آقا بله
بله حله. لعبت لعبت آقا لعبت. باز گرفتی خوابیدی؟ میگم باز گرفتی خوابیدی؟ این همه آدم علاف تو هم گرفتی خوابیدی؟ ببخشید آقا خانوما دوباره میگیریم احتمالاً. 17-3-2 حرکت. لوبت بیا بالا کات کات. 17-3-8 17-13 این تنها نشونی که از نرگس تو پروندش بود فکر کنم همین جاست. اینجا بله فرمایش. سلام مزاحم شدی. منزل آقا صفدر اینجا؟ اینجا نه صفدر داریم نه کفدر. کی عمو؟ به تو چه بازمجه؟ گم شو برو تو. آقا نشونی اینجا رو دادن. دادن که دادن، نداریم، اینجا نیست. دیرو آقا سفتر با این دفتر کچیکه اینجا بود. یه شماره بدین ردشون رو گرفتم خبرتون بکنم. 17-3-71 حرکت. آقای نادری برداشت 71 برم کنینه؟ بسه دیگه یه کاریش بکنین آقا. شما نگهنه باز درستش میکنیم عشقم. آقا یا جای ایشونه اینجا یا جای من. رامبوت عشقم یکی این لعبت بخونه تو مشکل تکرار میکنیم. به زحمت افتادیم. نه خیلی خواهش میکنم یه یه نقطه اضافی یه غلط 19 رحمت. ایشالا پیداش میکنی. پس پسر زنگ زد خبر بده. اگه به شما زنگ زد شما هم خبر بده. خداحافظ. آقای نادری کارگردانمون بوده. خدا بد نده. کار خدا نیست. این دیوی که صبح آوردین این بلا رو سرش آورده. لعبت؟ لعبت. 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 چیه وضعیت؟ لعبت. بلند شو بریم دنبال شرط سوم. شرط سوم. میخوام وقتی میرم مدرسه دنبال نرگس هم کلاسی اگه بچم از قیافش وحشت نکنم. شرط سومم اینه که آدمی زاد بشه. آقا مزاحم شدیم. خدا پسیم. آقا داشته باش که کار در اومده. پدرم که در اومده بود بذار کارم هم در بیاد. باز دیگه چی شده؟ اما فردا تو خمیر این روبت چی ریخته که شده این ریخته؟ سه همه مونی کرده براری که هست خوش حواسم که دیگه حتما نه. الان که دیگه دستش کنده شده. من قرار نبود یکی دیگه بسازی واسمون. با دستش کم نمیتونم مخش بنویسم. حالا برات درستش میکنم. خب سر فیلم برداری میخوابی ها. از بس مخش بنویسن صحبت. خب من این الان که بذارم اینجا یه تق صدا میده بعد دیگه میتونی باش مخش بنویسی. یه ذره قلقلکت میده. اجی مجی لا ترک آخه خب
حالا دستت تکون بده. حالا میتونم هزار تا مسئله بنویسم مجددا. ببین بهت چی میگم، من تا فردا صبح باید هم اینو درست کنم هم از تو یک دوماد خوشتیپ بسازم. کوچه تنگی نسبتا با من راه تنگی نسبتا بده بده مبارک باد و سلام با ای یه وقت به سرت نزنه بخوای بری خواستگاری دلبر خانوما، کسم تو از کاسه در میارم اینجوری به طور مثال باری به الجر. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری اون بدبختو؟ بدبخته باید از فردا بره سر فیلم برداری احتمالاً. من شنیدم اونایی که سر فیلم برداری بودن از دست تو بدبخت شدن. گچ نداریم متقابلن. حالا یه امشب و بگی بخواب بذار من بدبختر از اینی که هستم نشم. خوابم نمیاد، میخوام مقل بنویسم قبلا. بیا این لباسا رو عوض کن، اون لباسا رو بعد بدم به اون یکی عروسکه. بعدم اینجا هر چیزی که واسه مشق نوشتن بخوای هست، تا دلت میخواد مشق. کجا مشق بنویسم؟ هر جایی که دلت میخواد مشق بنویس. بذار من برم درو. سلام. سلام، باز اینجا چی کار میکنی؟ همون فرزاد شیمانیو، این چی آخه؟ چی رو میگی؟ این چه افتضاحیه، این نگاه بکن آخه. چی رو؟ مرزاد عزیز، هم چای شیرین هم قهوه تلخ. دستتو بکش کنار. قربون دست پنجر، چقدر شیرین در اومده این پدر سوخته. تازه این نصفه است، درستش اون اتاقه. سر فیلم برداری همه رو آسی کرده، دارم اینو جای اون درست میکنم. چه بلا، میشه ببینمش؟ حتما. لوبت بیا اینجا، مهمون من میخواد ببینتت. وقت ندارم، کار دارم عملا. اوه، چای کلاس. چه کار داری ها؟ رفتی اون بالا چی کار؟ مست می نویسم عموما. یه بوس بدم ببینم. بی کلاس. عروسک رو با سین می نویسن یا با ساد؟ آقا فرزاد با سین دستدار می نویسم. بیا پایین بچه. حالا شد، حالا یه کیس بده کیوتی. سلام کاکو فرزاد. کیه؟ چی تو من نمیشناسی؟ خودتو نشون بده ببینم. پور شیرازیم، جوادشو. یه قرون دوزار جمع کردم برای پیش خرید آپارتمان فسقلی. بعد از دو سال این ورون ورزدن، یارو با شریکش کلاهمو برداشت. خلاصه آقا افسرده شدم. یه خدا بی خبری اومد گفت این پیکانور بفروش، بذار تو کار خوانندگی. خلاصه نه خواننده شدم نه خونه دار، ولی این ورزشو رو حساب ادامه دادم. تو باشگاه همش این کلاه رو صفر میچسبیدم، کسی ورش نداره. حالا که این همه کلاه تو برداشتن، این کلاهی تو رو من وردارم واسه یکی از این عروسکام لازم میشه. کاکو این چقدر وحشتناک، اینا چی درست میکنه؟ خب ببینم. کله سوراخه. راستی نگفتی چرا ما رو اندازه گرفتی؟ سلام، چه خبر؟ سلام، خبرهای خوب. اه؟ چه خوب؟ پسر زنگ زد نشونی یه باقی رو داد. چه خوب؟ شما میان یا تنها برم؟ چه خوب؟ من میام، من با تو میام. داشتم میرفتم الان پیش آقا فرزاد که لعبت از داشت تحویل بگیرم، اینجوری با هم میریم. چه بد، دیر میشه که. خب نه خیلی طولش نمیدیم، ورش میداریم و میریم. پس زودتر بیان. باشه. چه خوب. چه خوب؟ اینکه امروز خوش اخلاقید. آقا فرزاد دست درد نکنه. نمیخوام. ولی یه جوریه. آقا ابرو بچه مردم نذار، با اون یکی مو نمیزنه. برو. برو. برو به کار برس. بلن کن. لوبت جان بیا بریم، قربونت برم. لوبت بیا بریم. بابا چیه بابا جان؟ بیا با هم بریم. وقتی ساختیم فکر کردم تا فوراور دوتایی با هم زندگی کنیم توگیدر. نمیدونستم جدایی اینقدر نزدیکه. زندگی تو همون فیلمه. حالا برو به کارت برس. برو. وا چه خشن، کاش یکم فشن. خیالت راحت باشه، میام بهت سر میزنم. ها برو، من خوابم میاد. دیشب به خاطر تو اون یکی تا صبح نخوابید. آخه اینو کی از من کش رفتی؟ آخه خوشگل بود. I love it. حالا برو سر فیلم برداری منتظرتم. ببرش بابا جان، ببرش. نمیخوام، نمیخوام. برو بابا جان، برو. نمیخوام. بیا تو ما رو ول کن دیگه. نمیخوام. ای بابا.
بریم دیگه تو خوشی. سلام استاد. نوبت تازه است. پلیز هلپ می. این شاداماد ما چه خبره بزن؟ آماده است مثل شاخ شمشاد. دو تایی بیاین تو، سه تایی بریم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. رونما بده شادومات رو ببین. من چیزی ندارم که قابل هنر شما باشه استاد. خوش آمدید. خوش آمدید. خدا دست شما درد نکنه. خداحافظ استاد. خداحافظ. مواظبش باشید. دو سه ساعت باش کاری نداشته باشید. تازه تمومش کردم. هلو آقای کارگردان. با پوزش. اسم شریفتون؟ نادریم. نادری. آقای نادریم. نادری. من دیگه اون لعبت دیروز نیستم ها. ببین هر کسی باش. فقط درست بازی کن. دو روز مثل آدم کار کنی کار تموم میشه. مثل آدم کار کنم؟ نه همون عروسک. اکسلنت. اسکلت؟ خانم نافذ، خانم نافذ، بیا اینو وردار ببن، من دارم مت می‌نویسم. وا چه خشن. 17-3-72 حرکت. سلام، با چرا داد فریاد لا انداختی؟ با هم دوست باشیم فرنشی. ای بابا برم کن تو هم بابا بذار ماچو بهت یاد بدم. بابا نمیخوام آقا جان چه کچل با مزه ای اترکتیو اصلا خوردن کنم بای. آقا یه آقا یه نادری نادری نه آقای نادری، چی شده؟ بابا یک اکم چطور بود؟ خوب بود؟ پرفیکت. شما معلمه چیه بچه؟ من معلم جهنمیم. چی؟ هر معلمی که نمیاد میگن جهنم، رعوف بره سر کن. ماشینی که آقا لوبت گفت نرگسه باش بردن. یعنی ممکنه این تو باشه؟ سلام عزیز. زاخسیای کیه چوق می‌زدی؟ چوق نه، چوب منظورتونی. من داشتم رد می‌شدم از اینجا. خواستم مدی هواخوری گوساله یا سر ننه بزرگت اینجا چاله. نه نه. من ازم خدمتتون که می‌خواستم ببینم که منظره این باغ از بالای این پلا چه کی یا ببینم. من خدمتتون هستم. آی ناصر، برو. بیا ببینم کدومی هستی. برو آقای مشکل. برو جایی. شغال زده به انبار. بیا دیگه بردش رو بیا قطعه ببرم بردو بیار این همه 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 چی دارم میان اینجا بیا دیگه بری دنبالش ای دختره محبتی مگه چی دارم ندارم بودو بودو خرم بچه 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 ب
باش آقا. گوست وای این نرگی تو رو کجا بردی؟ وایسی ببینم ککوا اصلی خیال کردی در میبندی؟ منم از درو میرم بالو اینطوری دو ساعت نبودم ها ببین تو با این ناصر و غلام مرده چه گندی زدی؟ ککو بازشو کن تو دیگه کی هستی جغله؟ لوبته، ککو لوبه اینجا چه غلطی میکنی؟ ککو بسی کلن خیلی داغه پر توی اخچه خود خوناکی والا خیلی چه خیام کردی؟ بفهمی خانی خانم نون داغ کباب چاق میشه جانتون نرگس رو میخوایی چیکار کنی؟ حالا هم هنوز نمیدونم میترسم برای همش پرورش که باز نپدرش بیاد سر وقت مگه میتونه؟ بالاخره سرپرستشه هر وقت تو زندونیست همین هاشو هم میکنست فیلم برداری چی میشه؟ دیگه نمیذارم بره مدیر پرورشگاه طرف من گفتیم پرورشگاه میشه امروز بریم پیش مدیر پرورشگاه اونجا برای چی؟ نه نه براق نشین هانی خانم میخوام که صحبت بکنم که سرپرستی نرگس رو بدن به دلبر و لعبت هانی جون منو میگین؟ مگه ما چند تا نرگس داریم؟ برای خودتونم کباب میگرفتی؟ بفرمایین پس میشه بریم؟ میشه؟ نمیشه شما خودتون همیشه میگفتین کار نشد نداره بله آخه کدوم آدم عاقلی سرپرستی یه بچه رو میده به دوتا عروسک که من دومش باشم ها؟ شما اولیش باشین بله هانی جان من تعجب میکنم چطور با همچین چیزی موافقی؟ من از آدمیزاد جماعت خیلی به هم نرسیده گفتم شاید از این دوتا عروسک خیلی به این بچه برسه ببخشید بله سلام آقا آریا تویی؟ سلام دلبر خانم و بابازوک رفتن سوغاتی بخرن برگردن را میفتیم به سمت تهران آریا اوضای ما اینجا خیلی خیته وقتی رسیدی سریع ببریم این سریفون نداری یه اون نیاریمش مدرسه با باشه میبریمش هم اونجا ولی اگه دلبر خانم پرسی چی بهش بگم ببین نمیخواد به دلبر خانم بده من آه چرا نمیخواد به من بگه سلام عرض شده آقلوبت چقدر زود با سواد شدن ماشاءالله قدرت خدا چه حافظه اینقدر برای من زبان نریز آقای معلم
اگر همه شرطای من مو به مو انجام نشه، عروسی بی عروسی همین. خانم مرتضوی هیچ جوری نمیشه. نه خیر آقا، اصلا امکان نداره، دیگه هم تکرار نکنید خواهش میکنم. من کار دارم، باید برم. هانیه جون جونی چیه بازگول مالیه؟ هانیه جون امشب به این مدرسه؟ من مدرسه خونه خاله است. البته تا وقتی که آقا مدیر نیست، بله مدرسه خونه خاله است. البته اینجوری بهتره، وقت نه سراغ نرگس. پس ما باید مسائلمون رو جمع کنیم. لوبت جان بلند شو بریم. لوبت جان بلند شو. لوبت لوبت جان تو چی رنگت خوابت سنگینه؟ من نمیخوام. لوبت بلند شو. لوبت بلند شو. اوه یا اوه تو نه اوه تو باید اوه تو باشی. کوکو انو بلند شو دیگه، من تا حالا مدرسه رو ندیدم. من میخوام بلند شم. این بلنده. آخ چقدر خوابم میاد. آقا جواد مهمون اومده. اینم گل سرسبدشون نرگس خانومه که خوابه. بیدارم. وای. سلام. تو بیداری؟ موش کوچولو ما از کتکول افتادی؟ اوه، معذرت میخوام ببخشید. کتکول افتاد. آقا رئوف. لوبت خوب است. سلام آقا. سلام آقا. نرگس تویی؟ کاکو جواد، حالا دیگه منو نمیشناسی؟ منم رفیق کاکو لوبتو. برای بازو رو ببین، لحجه چرا عوض شده کاکو؟ بپر با جواد یه چیزی برای خوردن بگیریم. یه روده کوچیکه داره، روده بزرگه رو. آره نمیخواد چام. خب پس اگه اجازه بدی من یه سری به مادر من بزنم، اگه چیزی لازم داشتی بچه ها بخرم. چشم. بیا بریم ببین کی اومده آقا جون. کی آقا؟ کاکو 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 غروف این کیه؟ این آلوبته که آدمی زاد شده. مادر من چیه تا میای خونه مامان میکنی؟ خونه که نمیای. گوشیتم که خاموشه. الانم من مدرسم تو خونه. شدیم این جن و بسم الله. مدرسه برای چی رفتی شما؟ اومدم چش تو چش بهت بگم لیاقت نداری. از قدیم میگفتن خلایق هرچی لایق. علی رضا شروع نکن مادر من. شروع نکن. تموم شد. بله خاله به شما زنگ زده که منصور به یه خواستگار دیگهش بله رو گفته. پسره ماشاءالله انقدر تر و فرزه، انقدر تر و فرزه. دو رو دیگه عقدشونه، دو هفته دیگه هم عروسیشونه. من امیدوارم که سال دیگه بچه‌شون هم بره دانشگاه. خاک بر. که چی بگم آخه مامان؟ الان میام خونه پسره خود سر. الو مادر من جویاری و یاور من. سلام، شما خاله آقا رؤوفین؟ سلام خانم خانوما. کارت هر روزه؟ محیطتون زنونه است؟ محیطمون بچه گونه است. من مربی پرورشگاهم. آها، چند وقت با علیرضا آشنا شدیم؟ علیرضا؟ آقای رؤوف. هیچی تازه آشنا شدیم. دوستی طولانی خوب نیست، آفته.
من به قسمت خیلی معتقدم. منم با آزادی عمل آدم ها. دست چپتو بده. خب؟ بده. وای چه اندازه دستته. جوانای امروز دوست دارن خودشون شریک زندگیشون رو انتخاب کنن، ولی مادر جون هر کاری رسم و رسومی داره. ولی من شام شام حالا شام 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 معلومه خیلی به دستپخت مامانی خانوم میذارین. خب من غیر از دستپخت مامانم که تا حالا علیرضا مامان مادر مرده، سلیقتم که خوبه. شما چرا نرفتین هنوز؟ فکر کردی ولت میکنم به امان خدا؟ هیچ خوب نیست دختر مردم و قبل از عقد و عروسی برات داری بیاری اینجا. عروسی چی؟ عقد چی؟ بچه ها نگو اینا رو بچی. بابا مردم چی میگن؟ یه چند روزی صبر میکردی تا براتون عروسی بگیرم. بچه ها نگو. بابات هم خاک براش خبر نبره همینجوری بود. همه کاراش زیر زیرکی بود. تا با پیغون پسخون بله رو از من نگره به مادرش لام تا کام چیزی نگو. ایوه باباشم همین جوری بود. جب اول که اومد خونه ما همین جوری لقمه تو گلوش گیر کرد. خاطر اینکه تو پیدا کردن نرگس کمکم کردین لطف دارین. خواهش می‌کنم. احترام شما مادرتون رو نگه داشتم، وگرنه هیچ از این نونوربازی ها خوشم نمیاد. اگه نمیتونین این وضعو جمعش کنین بگین، جالو پلاسم رو جمع میکنم میرم توی خراب شده دیگه. بله حق با شماست. چشم همینو میخواستم بشنم. آخش اوشم. بفرمایید جون. ها اگه چای زیاد نمیخوردی باور نمیکردم یه نوبت دیگه. من که گفتم بهت که didn't I. سلامت باشی. دار شکر بالاخره رسیدی. اسکر آقا بیا با این گل پسر صندوق آقا خالی بکن، این سوغاتی ها رو ببر داخل. کش کش دلوه خانم الان میبرم. خب آقا بزرگ خیلی زمان دادم. خواهش میکنم وظیفه من بود. نشد خدمت شما باشم. یه مرغ ترشی، ماهی شکمپوری، وزن برونی بالاخره. حالا اونجا نشد اینجا. تو عروس بشو و من همه رو درست میکنم. تو رو پاکوشا میکنم دی. داره پیری مارک گیری. جوان مرک شده تو که از دختره این من جوان تری که. پسرم. تلفنت خیلی طول میکشه؟ اگه هستر آقا ورداره خیلی معمولن. شما مادر آقا رفوفی غالبن. علی رضا! بلی رضا! علی رضا! علی رضا! علی رضا! علی رضا! چیه مادر من چی شد؟ یه چیزی اونجا بود. چی چی؟ یه چیزی من عجب مطر بود. چی بود؟ بینما خالت هزیو نمیگفت. اینجا بود. اینا همینجا بود. همینجا بود. اصلا شما اینجا چی کار داشتی مادر من؟ بابا اومدم زنگ بزنم به خالت خبر خوشو بدم. خودم دیدمش. خیلی خوب بیا بریم از خونه خبر خوشو بهش بده. همینجا بود باور. باشه من فردا میام اینجا ببینم. علیرضا اینجا یه چیز وحشتناکی بود. بسن واسه نهر باور کنید. دلم هلو پیری خد دیدن مادر آقا رفوف اختصاصد. چی بودو خانم؟ خلش مثل هندیه؟ خانم سیتا. نه بابا او که مسافر هم بود دستیار کارگردانه میگم. خانم نافه؟ انده بنویس او خانم چی بود تو که زبانی بود؟
خانوم راد اند او آقا کی بود؟ او کی صدای نزدیک داشتی؟ اونی که میگی من نبودم اما ایشل تختسه ای دیگه کجا بود؟ رفته بود گل بچینه فلاور تو که هنو هم روخت قفیه سبقه داری اغلوبه خیلی هم دلت بخواد همین جوریچ هم کلی توی گروه هواخواه پیدا کردم دو روز شمال بوده ما نرگس چی شد؟ سرپرستش گرفتی؟ کویز نرگس مگه بیکارم واسه خودم درد سر درست کنم مگر من منتر تو بودم که ای پیغام پس قم فدی هنده همه چی یادت برف همه چی فراموش کدی مرتی که یه نامه الان تره نشان بای چیزی که تو یاد گرفتی همون دو خرچه همین بلند شد گردم بگم که دو خرچه کجا بود باز ببینو باز دوی باز دوی کجا کجا بردی دو خرچه یه روزی آقا خرگوشه رفت پیش بچه موشه موشه پری تو سوراخ خرگوشه گفت شاخ سلام حاضرین چه خبر از خانم مرتضوی؟ سلام هیچی باش حرف زدم اما مرغش یه پا داره موندم امروز سر صحنه به دلبر خانم چی بگیم آریا خوبی؟ تو اینجا چیکار میکنی بچه؟ آقا ما رو خودتون نمیبرین تازه زیرمون هم میکنی مثل اینکه ما دیشب عروس آوردیم آقای نادری هم نادری تموم نشد الان بازیگرا میان ای بابا لوبت جان یواشتر ای منو ننداز تو این دست اندازه عزیز من من دلم مینیستم هی دستم خط میخوره سلام خانم رهنما سلام سلام آقای نادری خدا بد نده چرا اون رو نشستی؟ ببینی به چه روزی افتادم خوبید لطفا آقا لوبت لطفا شما همینجا بمونید آخه من دلم لک زده واسه دیدن دلبر خانم کاکو من میترسم که دلبر خانم وقتی شما رو میبینه از هیجان پس بیفت باشه ببین نادری جان ما امروز اومدیم اینجا تکلیفمون رو باهات روشن بکنیم سنگامون رو وا بکن اصلا منظورمون این نیستش که با شما مشکلی داریم یا با کار ولی واقعا شرایط اون واسه ادامه همکاری مقدور نیست من خودم از امشب نمایشم دو اجرایه میشه تو قرارداد دارم که نوشتم منم میخوام برم فیلمنامه پیمان بسازم به خود همه چیمون ریخته بهم ببین اگه میخوای بری خانه سینما شرکت کنی میتونی چرا حالا انقدر خجالت اینجا خوش میگذره که دور هم توگدر لابد اجازه میدی چرا اینجوری شده شما که بهتر از همه میدونی من وضعیتم دیگه از همه بدتره تو این کار له شدم به شرف خودم به مردونگی لوبت قسم این کار رو امروز تموم بکنم چه جوری؟ بگی تای قصه رو عوض کردم همون موقعی که قرار شما با هم عروسی کنید به دلبر اصرار میکنید که زن لوبت بشه دلبر خانم هم موافقت میکنه و میگه من زن لوبت نمیشم دلبر خانم جون ببین من خودم شوهر دارم دختر بزرگ دارم ولی تا حالا تو فیلم ها الکی زن صد نفر شدم واقعی که نبوده بگو تو رو خدا الکی باشه رسکی باشه من زن لوبت نمیشم دلبر خانم جون سحر خانم من 19 سالش بود رفتیم خواستگاریش به اندازه شما ناز نمیکرد بالا بری پایین بیای من زن لوبت نمیشم خانم انصاف داشته باشین هر لحظه که رضایت نمیدین کلی خسارت بهمون میخوره ها خب بخوره خسارت و درد پدرم فدای سرم من زن لوبت نمیشم دلبر خانم میگیم سرعت حق طلاق هم بدم به شما هرچی بگی هرچی بدی من زن لوبت نمیشم دلبر خانم شما کار ما را بندازین لطفا ما جبران میکنیم این بله رو بفرمایید خواهش میکنم دلبر خانم جون به خاطر من به خاطر نرگس سکوت علامت رضاست اصلا جان برو میوه بگیر آب میوه بگیر شیرینی بگیر که انشالله امروز کار تمومه انشالله سکانس پایانی یک یک حرکت دست
کات 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 خوبه خوبه کات دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالی جا سرکار خانم سارا ناجی آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه ول کنید این حرفا رو خانم محترم بلا رو بگید تمومش کنید بله با اجازه بزرگترا و تشکر از حضور کلی سروران بله همین کات همون عالی بود از ماه و گل زیبا ترین آری لای 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 سلام کوکو اشکر شما؟ پارسال دوست امسال آشنا بابا منم کوکو لوبر گرفتی ما رو؟ بله من که بابا کار داریم خودم هم به خدا اشکر نگاه نکن قیافم عوض شده ببین سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیبا تری آری چیره اینجایی؟ درست انه عروسی رو میگیرن عروسی آقا جوان خانم رهنما هم اون هم دلبر خانوم بدبخت شدم دلبر خانوم با کی؟ دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالی جاه خانوم دلبر خانم عروسکیان بنده وکیلم خانوم زهر کات آقا کات چه خبره اینجا بچه خونه میرم اینجا چه خبره اصلا اصلا این کیه داره سر صدا میکنه آقا لوبت خودمونه دیگه اگه این لوبت خودمونه پس این کیه این لوبت علکیه این لوبت رستکیه آقا اینجا معلوم نیست چه خبره این لوبت علکی و رستکی خانم منو ببر جلو خانم منو ببر جلو برو کنار برو کنار ببینم منو ببر جلو بجا بجا چرا سر صدا میکنی بسار کارمون رو تموم کنی میخواد کارت رو تموم کنی الان خودم کارت رو تموم میکنم ککو کار ای بابا ولی کن نکنی این کارو کنو خودم برو هم خونک بخور اشقم چند خواب بیاریم این فیلم رو امروز باید تموم کنم اشقم آقای نادری خوب این دست و پاتون سالمه باش ببینم جا خواستیم جانشی نخواستیم پاشی ببینم نمیدونی خانم قراره زن من بشه هانی خب با مهربونی هم بگی میفهمم قربون برو بازود برم سویت هارت کاکو خود به یه عقد رو بخون دوشیزه مخدره مکرمه عاقله بالغه عالی جا دلبر خانم عروسکیان آیا بنده وکیلم خانم؟ بله کات آقا تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد آقا نگیر عزیز من دردسر میشه چی گفتی؟ هانیه جون، عروسومات بازیه دیگه برو با همسن و سال خودت بازی بازی؟ ماشالله، ماشالله آقایی که همراهتونه خیلی مقبوله خانوم برو بابا اوش بینجا ببینم هانیه خانم این چه؟
هانی خانوم هان دلبر خانوم چرا من حلم نمیسری؟ من کوچیک شما لعبتم. تو لعبتی؟ بس چرا ریخت قیافتی جوریه؟ خب بس خاطر شما رفتم آدمی زاد شدم، تازه با سواد دارم شدم. آقا دیگه چی میخوای؟ بدین آدمی زاده به معنی با سواد دار باشی، تا سرپرستی نرگس جان نگرفته باشی من کاری با شما ندارم. بدبخت شدم ککو اوشو. لطفا سر جاتون بشینین، فیلم هنوز تموم نشده. آقا لوبت و دلبر خانوم نتونستن سرپرستی نرگس رو بگیرن، اون هنوز تو پرورشگاه زندگی میکنه. هانیه ازدواج کرده و هنوز تو همون پرورشگاه کار میکنه. دلبر خانوم هم بالاخره عروسی کرده و برگشته رک سر خونه زندگیش. حالا دیگه کمتر تو فیلم بازی میکنه و سرش با لوبت راستکی گرمه. خانم جان حوال چی بلم میسر؟ به خودت رحمه میکنی؟ حداقل به اون بچه داخل شکمت رحم بکن. هر کاری که داشتی من خودم به شما کمک میکنم. آکو حرفوی میزنی و نمدونی بچه یه ایمایشی روبروی امواج محترم شبکه کودک هست. نوبت علکی حسابی مشغول شده، دائم عکسش تو مجله ها چاپ میشه و دم به دم باهاش مصاحبه میکنه. دعوت بنده پیاده و همکارای کاربلدم بله گفتم و به برنامه ما تشریف آوردم. بله بیشتر از این شما رو منتظر نمیذاریم. این شما و اینم آقا لوبت. قربون سکس ماه همه تو بذاری به نشانه محبت این شاخ گل و تقدیم مجری های کلاس و ناز برنامه‌مو بکنم و روی زیباشون رو ببوسم. حالا بوس بدید لطفا روی زیباتون رو ببوسم. همین شاخ گل کافیه. میخوام روی ماهتون رو ببوسم. اجازه بدید. برنامه زنده است. میخوام روی ماهتون رو ببوسم. برنامه زنده است. رو آنتنی بشین دیگه. وا چقدر خشن. کاش یکم فشن. آقا رئوف هنوز معلم جهنمی همون مدرسه است. مثل امروز که معلم انشای کلاس پنجم نیومده و اون به جاش حرف سر کلاس. باری کلا بچه ها خیلی انشای خوبی بود. حالا برای خودتون دست بزنید. حالا تحقیم کنید. خیلی عالی بود کارتون بچه ها. آفرین. خیلی خوب بود بچه ها کارشون. رو جواد شیطونی نکنه. آقا دمه در با شما کار دارم. امو مشتلق بدی جونه مشتلق چی هست؟ به قول لوبت دیگه بدیه به طور مثال. امو اولین دخترتون بچه. چی؟ نه اولین بچهتون دختر. و فکرم اولین دخترمون بچه هست. دخترمون بچه‌مون مبارکتون باشه انشالله. ممنون. نصب کردم دخترتون رو بگیرم برای پسر منصور جون انشالله. یه ماهی هم با هم اختلاف سن دارم. خوبه ماشالله. منم دیگه از کار فین اومدم بیرون. حالا تو مدرسه آقا رافینا کار میکنم. چه بهتر. بی خود میگم فیلم تموم شده و الو بلو جیم بلی.